اردوبلاغ منطقه در مسیر شاهراه قندهار و روزگان. اینجا تا چند روز پیش نیز شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای افغان و طالبان بود. پس از سالها برای نخستین بار نیروهای افغان در این منطقه دورافتاده حضور یافتند و برای نبردهای پیشتر پایگاه نظامی می‌سازند. اما قمندان عمومی نیروهای ناتو که نظامیان افغان را در اینجا همراهی می کند بالای کاهش جنگ و خشونت تاکید دارد. وی می گوید به نظر من هر دو طرف باید خشونت را کاهش بدهند و این چیزی است که مردم ملکی را محافظت می کند. ما به عملیات های خود ادامه می دهیم، اما در این حال خواستار کاهش خشونت و صلح برای مردم افغانستان هستیم. اما اینجا در مسکو نماینده های طالبان از ادامه جنگ تا زمان خروج همه سربازان خارجی از افغانستان تاکید دارند. هیئت به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز را نیز در مسکو سپری کرد و سرگرم گفتگو با شماری از چهره های سیاسی افغان بود. حکومت افغانستان در این نشست حضور ندارند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف نیز در نشست دیروز همصدا با هیئت طالبان خواهان خروج همه سربازان بین‌المللی از افغانستان شد. ما خواهان خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان هستیم. از همه طرف ها می خواهیم به زودی ممکن مذاکرات را با اشتراک وسیع گروه های اجتماعی و سیاسی آغاز کنند. پیامی که از نشست مسکو به این منطقه جنگ زده قندهار می رسد، ظاهرا این است که نظامیان افغان باید برای ادامه جنگ آماده شوند. جنگ با شورشیانی که به ادعای مقام‌های افغان حمایت پاکستان را با خود دارد. انشاءالله ما به تمام مناطق افغانستان پلان داریم و در رابطه به وضعیت فعلی که دشمن در چی وضعیت است، همی که اجساد اتبای پاکستان در خطوط مقدم جبهه به دست میهن و اسیرهایشان حتی در ولایت‌های امن ما مثل هرات و سایر نقاط دیده میشه، این خودش نماینده عزیز که تروریست‌های ضربه خوردن و حال به خاطر کمکشان از کشورهایی که ازشان حمایت میکنه از اونا کمک میخوان. پاکستان اما این ادعا را رد کرده است. روسیه نیز میگوید هدف از رابطه اش با طالبان تشویق کردن این گروه به شرکت در گفتگوهای صلح است و بس.